Jesus. علي ابن موسى محمد ابن علي محمد ابن علي ابن موسى علي ابن موسى محمد ابن علي ابن موسى پاشو گذاشته روی پوست موز لیلز خورده سرش خورده به سنگ حوض مرده لا اله الا الله اجل آدمی زاد وقتی میرسه دیگه هیچی جلودارش نیست پاشو پاشو بره مادرم آنش با هم خورده پاشو بیا.
این گلاب ببشنم. آه چی کار میکنی تو هم؟ 14 تومن پول چای. 14 تومن؟ مگه چند تا چای داشتیم؟ 70 تا 2000 میشه 14 تومن. ما 10-15 نفر بیشتر نبودیم که 70 تا چای داشتیم. چه میدونم آقا حسن نفر 3-4 تا خوردن دیگه. من یکیش اصلا چای نخوردم والا. خب اصلا پولش هم نداری. آه مرتضا بینه چی بینه؟ نه 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 بفرما حقی میخوان حساب کنی 10 تومن. 10 تا گرون هم نمیدم. شما عادت جدی مردم به چپی نمک. آقا جان شما عزیزتونه از دست دادین. اون وقت سر 2 تومن دارین چونه میکنی؟ میکی بود عجب مردمونی هستن ها. بوری کمک کن بزین از صدا تا چونه بگیر 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 سلامون علیکم. انشالله قمه آخرتون باشه. خدا شایی شما رو کم نکن. چی میخوای دیگه؟ من فاتح خونم. ببر بی همین. و چقدر میخواد؟ همه میخوان آدم رو زرگیزه بکنن. تو چی میگی؟ من به سید حسن کمک چی کار میکنیم؟ وقتی که سید حسن خسته میشه من میگم. وقتی خسته شد اصلا نمیخوام بخونه. برو بابا برو. آقا جون شما عزیزتون رو از دست دادید برای آقا جون پولت رو گرفتی؟ برو دیگه هول نمیدیش آقا. بلش کن آقا مرتضی. اینا جیب برن. یه فاتحه میخونه از 100 دفعه میخوام پولش رو بگیرن. دادم بزرگش کرد. خدا رحمتش کنه. میخوام بذارم اشکره بخوری که همشه جلو چشم باشه. خدا فکره. خدا فکره. خدا فکره. خدا فکره. خدا فکره. آقا مرتضا تو فکر مادرتو نمی کنی که با این عکس هم و قصدش زیادتر میشه جان من. این که رفت راحت شد. تو حالا باید فکر مادرتو بکنی که با خوبی و خوشی زندگی بکنه. سر سامون نگیره. میدونی مادرم محروم پدرمو واقعا دوست داشت. حالا همین عکسشو که ببینه به یاد اون مرحوم خوش زندگی میکنه. با کلابان بله یا ببرشون قبیله. سلام علیکم. سلام علیکم. جو نخورده ها بهشون بره. چشم خدا سلام علیکم. حالا این عکس رو قایم کن. شب سالش در میاریم. حالا همین چلش هم نشده. هر چیز حساب داره بابا. خواهم جبران. خواهی من خواه. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. خدا رحمتش کنه. چه مرد نازنینی. میخواستم راجع به خونه صحبت کنم. این معامله نکردید یه مشتری خوب با تشکر. نه دیگه نمیفروشیم. پس چرا گفتید مشتری برای شده کنم؟ پاسال میخواستیم بفروشیم از هم جدا شیم. چون که جامون تنگ بود. اما از موقعی که مرحوم عیال من و پدر آقا مرتضی به رحمت خدا رفتن دیگه اوضاع عوض شده. دیگه نمیتونیم از هم جدا شیم. من باید از اینا سرپرستی کنم. اینا جای پسرم ندارن. خدا حافظ. خدا حافظ. مشتاقی سلام علیکم. سلام علیکم. خدا رحمتش. از اون تو خونه ژاپنیه که پدرم میگرفت 2 سیر واسه ما بکشه. خدا بیامرز هر شب 2 سیر میگرفت میبرد خونه. دادم از پیش بزرگ کردم. من نمیفهمم سلاد زاری تو تخمه رو میخوای چیکار کنی؟ میدونی مادرم تخمه ژاپنی خیلی دوست داره. پدرم هر شب واسش میخرید میبرد خونه. خب حالا که اون نیستش من باید این کارو بکنم. باریکل شیره تلالت باشه. من تو باید یه کاری کنیم که مادرت اصلا نفهمه اون مرحوم از دست داده. تو باید پروردتون رو بخر. من تخمه رو میگیرم. خب باشه. ببینم مادرت سنگک دوست داره یا تافتون؟ سنگک. همیشه به پدرم میگفت بغل تنور قهوه‌ای بگیر. باریکل دو تا بغل تنور قهوه‌ای بگیری. بفرمایید. دست شما درد نکنه. پولشو پای آقا مرتضی بنویسم؟ نه. از امروز شبی 2 سیر تخمه میکشی میداری کنار پولشم پای من حساب میشه. چشم. خدا حافظ. خدا پولی تو اون دارو کلون کن. یه وقت مدرس سر زده میره تو. تا من یه دقیقه برم تو اوز برم میرم میخوری بکش جواب بذارم تا نگیری. نگفتم که گل بازی نکن دستا ترک میخوره دنت با کمینا بسی من که بابا بیا این هم مال دنت رو باش برو لبه از دستا دیگه خود بابا بابا اومد.
عزیزم حسن تو دیگه مرد شدی، وقتی میای تو باید یا الله بگی. برو تو اتاق. غلامعلی خانم بابا خوش بسرم بابا جون دلقه صبر کنه نیای تو. سلام. سلام علیکم. من چی شده؟ خاله جونم لختی رفته تو. خجالت داره اینجور نباید تو روی من بگی. خیلی خوب من اینجا باشتم. خود خدا خوبه قلوم علی خانم بگی آنون میدونم. نه آقا مرتضا بایسا، آقا مرتضا بابا رو میخوام ببینی؟ بیا من بابا این پاکت هم داده مادره بگو بابا خریده. نه اصف کن بگو داداش هم خریده. خیلی خوب. چه فرق میکنه آقا مرتضا؟ بگو دلشون خوش باشه. قلوم علی خان من این عکس رو نیاوردم که بذارم تو گنجه، میخوام دل چشم باشه که ببینمش. اون چی که جوون در آینه بیند، پیر در خشت خام آن بیند. شب چله درش میری. خدا رحمتش کنه. خدا رحمتش کنه. آقا مرتضی. آقا مرتضی. بیدیو. بیدیو بسر کنه. همون جمعه. ایشالا پلوی عروسی به وزیزی نستاده. بده من. ببر شما بفرمایید. من الان خدمت می کنم. آقا اون لطفا اون باشقا به حلوه رو بگیم. بیا بعد کنید. بیا بعد کنید. بیا خدا رحمتش کنه. فاتحه ها خدا رحمتش کنه. اون مرحوم مرد بزرگوار بود. از بزرگوارم بزرگتر بود. بزرگ همه یعظ مرد واسه همه پدری میکن. اون مرحوم اصلا فرشته بود. نه فقط یه بای کم داشت که بالای سر همه آره والا. اینجا پله بابا بشین بابا بشین آجا بود تالا یه دختر داشتم حالا فکر میکنم دو تام پسر داره. آقا مرتضی که دوماده که فرق نمی کنه هم دامادمه هم پسرمه. دو تا پسر دارم مثل دسته گل. تو این مجلس راجب دومادی نباید حرف زد. اگه بخواد دوماد بشه باید از داییش که بزرگترش اجازه میگیره. حالا که وقتش نیست به موقعش البته از شما اجازه میگیرم. اولا آب چرا میخوری؟ گوشت بخور. خیلی خوردم تو گلوم گیر کرده. آب میخورم که بره پایین تا بازم بخورم. این دیگه واسه چیه؟ واسه اینکه به من نگفته بودی. بده به من. دیگه چیه؟ دوغا عمر که پر میگذره. به این زودی سه ماه شد. سه ماه و ده روز. با امروز سه ماه و یازده. گمون نمی کنم غلام علی خان. باید همون سه ماه باشم. این سه ماه اینم درد مال امروز رو نداره. اینم مال امروز. اینم یادگار. برم این تخمه. دست شما درد نکنه. مرحوم مصطفی خان همیشه از این تخمه ها با سر میخرید. این از صداد اینقدر فکر اون مرحوم رو نکنی دیگه. میخوام فکر نکنم. بگه میشه شما میتونین فکر مرحوم اشرف سادات رو نکنیم؟ آره من اصلا فکرشم نمی کنم. یعنی فایده ای هم نداره. مردا اصلا بیرفت همه چی بود یادشون. اما غلام علی هیچی یادش نرفته. یه روز صبح تابستون بود یادته تو پشت بوم میخوابیدی از سر دیفال نگاه کردم داشتی رخت خواب جمع میکردی یادته؟ آره 35 سال پیش بود یادته؟ یواش مردم میشنفن.
همون روزا بود که میخواستم بیام خواستگاری، اون مرحوم مصطفی خان رو دست ما بلند شد. یادته؟ آره یادمه. قول و قرارت هم یادته که گفتی هر خواستگاری بیاد رد میکنم؟ آره یادمه. آه حالا مردا بی وفا هستن یا زنا؟ یادشم مجبورم کرد. اصلا غلام علی خان این حرفا چه معنی داره؟ گذشته ها گذشته. آره گذشته، اما بد جوری گذشته. قیافه اکبر خان داداش تو یادمه، اون روزی که به من گفت نش خواهرم رو دوش درشت کچی نمیذارم. غلام علی خان، حالا که سر حرف وا شدی یه چیزی رو میخواستم از شما بپرسم. 25 سال گوشه دلم قلمبه شده. چطور شد یه سال بعدش اومد این خواستگاری مرحوم خواهرم اشرف زاده؟ نمیدونم، دلم میخواست اقلا با شما فامیل باشم. شاید هم از لجم گفتم برم خواهرش بگیرم. دیر شده تا برسیم سر خاک فرو میشه. تقصیر خودی که دو ساعت دیر اومد. چیکار کنم کار داشت؟ داشت حاجزا ببینیم سینما فیلمش نگاه کن. بعدا نمیدیا پوری میه بریم سینما. بابا موقاتش درد میشه. اون دفعه گفت اگه یه دفعه دیگه با آقا مرتضی رفتی سینما نرفتی، یا من باید باهاتون باشم یا زینت شده. همه بچه های تمریکا با نوزدهشون گردش میرن سینما میرن، ما را سلامتی هم پسرخاله دخترخاله این به هم نام زدیم، اون وقت حق نداری. چه میدونم، اگه زودتر عروسی میکردیم راحت میشدیم. ما حالا از آزاده میکنیم. یه موشکی عقل میکنیم وقتی از آزاده در اومدیم عروسی میکنیم. دادا از سینما رد شدیم. این فیلمش خوب میگیم، میریم یه سینما دیگه. نمیخوام برو کنار. به شانس خانمتون بخریم. به شانس شما. بیا برو. ان شاء الله که بریم. برو. خدا برو. بلیط خدا مرگم بده قلم علی خان. می‌خواستم برم فاتحه اهل کوبیت. من آوردی سینما. بعدا می‌بینیم. دیگه دیر شده. چه دیگه نکنم. حالا فیلمش چی هست؟ شوهر منه یه جوونی به درش میمیره، برای اینکه آب تو دل ننش تکون نخوره مادره رو شوهر میده، با خوبی و خوشی و سلامتی با هم زندگی میبره. مگه شما دیدی؟ آره دلم میخواد آقا مرتضی نمیدی. نه نظرم زنشه. نه بابا به طور زده بی چلو. قولم علی خان تو با من عرض. چرا؟ آقا جون آیا خود عقبتر باشتون؟ زنی گفتن مردی گفتن حیا رو خوردن آبرو ریختن. چی؟ چی میگه پیر و مطرف باستن که نوبت رو بده؟ پدرته، به من جای تو رو گرفتن. برا سر جد جای ما پاسته ای بیده من رو حال میدی؟ تو همون نمیدونی با چی طرفی؟ بلا ملیخان بلیخان 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 دلم خود سبایی بدم که دود از خون دو باید بشارت بکشه پیرو هم من پایی رو ندارم تلان زدی بلکن نیستم. بله من خواهم خودی رو با دیگه رای زب باشدم خواهم دیده باشه من خلاف شد کردی خودم جواب که میدم یه بریم. آقا مرتضی مثل این که بابا می کو؟ اونو هاشم دارم میرم اثر خاک برداشتن. اگه ما رو دیده باشن چی؟ بیا دوتر بریم خونه. خب دیده باشن مرد یه دفعه شیرانم یه دفعه با حسن رفتیم سینما. جارم که نکردیم حسن به بابا نگی رفتیم سینما ها. نه به ننم میگم. نه اگه بگی دیگه نمیذارم با ما سینما بیای. هم به ننم بگو هم به بابای پوری، بلکه ما تا یه سال دیگه عرصی نکنیم نمیتونیم قایم موشک بازی کنیم. من مخصوصا چه به قلومن خواهم میگم رفتیم سینما. بفرمایید اینم نقل. اینم مبارک بادش. خاکستم شکون داره. من فکرشو میکنم تمام تنم داغ میشه. روتون میشه بگی؟ خجالت نداره، ما که باید برای اون آقا رو دعوت کنیم. بهش میگیم دوتا سیغه جاری کنیم. شما چه هر کاری رو آسون میگیم؟ هر خیلی آسونه، طلاق سخته. آقا میگه انکته و ما به هم حلالی. ببرمین در همتون شدیم ببرمین. وای تمام تنم مثل مرغ پرکنده دوندون شده. اینها نگاه کنی چی نتصادات. ما هنوز به هم حلال نیستیم، گناه داره. به جون پوری که از تخم چشمم بیشتر دوستش دارم الان موره پشتم تیر کشید. میترسم آقا مرتضی رضایت نده، او خیلی غیرتیه. مجبور رضایت بده، گرویش پیش خودمه. کدوم گروی؟ پوری
اگه رضایت نده من هم رضایت نمیدم. مرتضا مثل همه نیست، خیلی غیرتیه. همین عکسی رو تو شما از سر بخاری برداشتی، میترسم بیاد علم شهره بپاک. مجبور بودم. بفرمی تخمه اینجور چیزا آقا مرتضا رو یاد پدرش میده. خب بندازه آخه کار ما هم اقعب میندازه. پس یه جوری نرم حالیش کنیم که بهش نخوره. آقا مرتضا الان که از سینما بیاد خودش نرمه. هر شب وقتی از سینما میادیم بیرون حسی عدالله میگم نامستب یه فیلمی ساخته که همه عوض میکنن علای جانی. خب اسمت چیه؟ بابا آب باری کلا ما ایسی بگیرنم. سلام سلام مرتضی خان سمندری به فرما دهن بشیدین گفت عکس بابام کو. حالا عکس بابا رو میخوای چه کنی از داره چیدی دهن بشیدین گفت بابا خودش اینجا نشسته مگه نه اگه نه هستن اسمت چیه؟ بابا آب باری کلا ما ایسی بگیرنم یه پولیز هم دهن بشیدین گفت دست شما دهن نکنیم آب مرتضی بفرما خود سایه شما را از سرمون کم نکنه شما جای پدرمون هستی حالا چه اما من میخوام عکس بابام همیشه جلو چشم باشه ننه عکس بابامو کجا گذاشتی نمیدونم من بر نداشتم من برداشتم شما برداشتی شیشش سرک خورده بود دادم درست کنم آه چه نمیه بشینی برمو بشین زینت رو دادم چایی بیرید بابا زندگی دیگه یه سی با کندزی هوا 70 تا ملق میخوره تا به زمین برسه مقصودتون چیه؟ یه چی همین جوری بفرما دم چیه؟ نه نمیخوره خب سر خاک که نرفتیم ها؟ نه نرسیدیم بریم چایی که بکش پس کجا هستیم؟ هستم پاشو به اینجا چیکار داری؟ تو بیا بودو دیگه نمیگم کجا رفتی؟ خاک بیرسی من کجا رفته بودیم؟ نگی ها؟ چیه؟ رفته بودیم سینما خوشم اومد همیشه دست این بچه رو بگیم پوریرم وردار با هم بریم سینما جوون هستیم باید بریم تفریح کنیم اصلا زین از صدار ما باید عروسی اینا جلو بلیم آخه چجوری؟ ما حالا عزاداریم یواشکین آقا رو صدا میکنیم دوتا سیگه اقجادی میکنیم نفهمیدم برای کی دوتا؟ همچین چی همجور باید که عقلیتون محکمتر بشه آخه مرحوم پدرم چیه؟ روحش معذب میشه روح پدر تو مقدسه الان قاطی فرشته ها داره سیر و سیاحت میکنه ملائکه ها هر آدمی رو که تنها سر به بالین بذاره نفرین میکنن چه زن چه مرد فرقی نمیکنه الان روح پدر تو چه ناراحتی داره؟ چه ناراحتی؟ همین که نزدیکانش تنها سر به بالین میذاره یواگی دارم تشویم بفرم حسن بله اسم من چه بابا باریکلا بیا مشتتو بگیرم خب فیلم چطور بود خوش کنو من خیلی خوش آمد بابا ها آقا مرتضی خوشت من بد نبود خندیدار بود باره بابا کجاش خنده داشت پسر باباش میمیره 4 ماه بعدش به زور ننش شوهر میده آخه بیمرفتی هم اندازه داره اگه یه جو غیرت داشت نمیتونه تو نره سر و جای باباش ببینه بود یه علتی داشت بود شاید اون مرده آدم خوبی بوده یا پسره ریشش گرای اون مرده بوده تو اگه جای اون پسره بودی این کار نمی کردی چرا والا من اگه جای اون پسره بودم اون مرد چرا می خواموندم لبه باخچه سرشو گوش تا گوش می باریم بوری چی به تو اجازه داد بری سینما کجا میری من مردم سینما سرکار دختر منو وردشتیم بودیم سینما که کی به اجازه کی گلمنی خان آخه ما ناسلامتی نام دادیم حسنم که با همون بود هیچ این حرفا رو نداره بفرمه دهنت رو شیرین کنیم بفرمه نمیخوام دل باید شیرین باشه خب حالا که نراحتیم همون جور که فرمیدیم یواشی که عقل میکنیم مردم چی میگن جواب در همسایه چی بدیم الان لباس سیاه تن مادرته شما الان گفتین ما معذب باشیم فرشته ها نفرینمون میکنن روح بابا معذب میشه من برای همه گفتم نه فقط شما دوتا چی بعد گریه پوری آقا مرتضی رو نرم نمی کنه منه بیداری آره چه سنگ بکر هست گذنگی خود به چی جدنی نمی کنه
دلتون بود یه مجمع مثل نقل کردم، خودت یه کاری کن بابام رضایت بدی. اینا جوانن حقشه، اما خوب وقتم زیاد دارم، ما که تو آفتابمون در بخونه. اینا به لعنت خدا نمیارزه. این خود بیاماز دو دفعه بیشتر نپوشیده با مال مرده هم هست دیگه برسر ما نمیخواه من میخواه بدی آخره مرض واجب نداشته نه بابا بیتره پاشو گذاشته رو پوست ما سرش خورده به تنگ حوض عمرش داده به شما چهتی بیتره پایست با خاک بیمزه سی تومن بده خیلی شوی میبرم نه خانم علی خان صد تومن کمتر نمیدم بده به من آقا خانم جون شما اصلا خیال فروختن نداریم باشت بینه زود غر میکنه چیزایی بهتر هم داریم اینجا نباشه کنم ببینم یه جلو این نگاش کن تو هم برگردم یالا وای 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 آقا مرتضا بیدار شده نه هنوز خوابه سر صدا نکن بهت بخوابه سلام علیکم تبکم الله بالخیر ببینم به این زودی شیشنش رو انداختیم اگه نشون میدید خودم میرفتم میگرفتم اصلا راضی نبودم شما زحمت بکشید آقا ما کار داریم میخوام بریم اومدم دمه در چیه؟ یه ماش خرت پرت داریم دم در میفروشیم تو برو چایی تو بخور پولی پای سنوره همون میز پنج تومنو بده من برده برو من باری کلم اینا رو چرا میفروشیم؟ گفتم به دردمون که نمیخورم میگه 25 رو رد کن بعد برو آقا چی چی رو بعد برو 25 تومن چه 25 هزار تومن هم نمیفروشم اینا یادگار پدر مرحوممه آقا جون 25 هزار تومن خیال میکنه جواهر نشونه اگه 25 تا قرونم تونستی بفروشی ما این ریشا رو میترکیم بل کنیم بابا برش کن بهت بره چه خبره نمیفروشی نمیفروشم تو باری کنا چرا این تو نمیدازی زمین؟ بارو بابا ببیکی ننه بیکی بده خانم علی خان بیکی نه بده خودش بفرما بنده زمین آقا جون یه برده برو اینو برده برو برده برو کرش بایی چون دیگه چرا کنم اینو؟ آقا ما تزا کرنج بردشتی یادگار به درد بردشتی بارو دیگه آقا جون اینا رو برده برو اون 25 رو رد کن بیا چی آقا ما تزا چیزی قبر بابا من بفروشم اینقدر خودتو ناراحت نکن بفرمایین این اتاق مگه چایی نمیخوریم مرتضا تا صبح خواب به کشمش نرم اینا موقتیه امروز پولی رو میفرستم باش صحبت کنه حرف زن تو گوش مرد یه جور دیگه صدا میکنه وقتی نرم شد خودم باش صحبت میکنم کلک کار میکنم راحت باش خدایا هرکی خیره همون بشه آیه لفتی که اومدی در خونه رو زدی چی که بزرگی از گوشه ده ای آقا، حضرت آقا، ببینم، با چی زدیش؟ آیه تارت نمیخوره، برو شر کاره ایل کی بود؟ کیوار ننمه، پاشو برو حسابشو برس پسر بلش کن، زرون بگی نمیرسه پاشو، چند تا بر بچه میبریم، دماغشو میمانونیم بخواه سر دسته یک که بزنهای محله من اگه چه تو بودم پسر یه نرخر بیاد ننه آدمو بگیر آدمو تو خونه را نده کشیدن بزن آدم واسه بر را بر نگاش کنه مصر تو شد خدا مرگم بده هنوز عصبانی چه اینجا اومدی چیکار؟ اومدم ببرم ات خونه ها؟ مگه هر روز تو منو میبردی خونه؟ آخه تو باقا ترکی رفتی دلم شور زد ببینم این رفیقت چه میاد ماشینشو ببره ها؟ دو سه روز دیگه بیا برش دار برو خدافه گفت به همین هفته کلکی کارو میکنم نه بابا اصلا این بابا دمدمیه یه روز میگاره فردا میکنم باز دو مطلبه میگاره باز دو دفعه میکنم پوری همین فردا عرض میکنی تا رئیس عوض نشده ببینم چه رضایت داده با یه شرطی رضایت داده که اول از عزا در میره نه پس چی؟ شرطی چی؟ میگه باید همه سر و سامان بگیره همه؟ یعنی چیا؟ Merci.
خودشه بود. آخه چه لحظه فرق میکنه؟ رو خلاص بگو ببینم چیه. خلاصه بابا میخواد زن بگیره. حالا اون زنی میخواد چیکار کنه سر پیری؟ بابا پیر نیست، تازه 46 سالشه. باشه، کسی که دختر بزرگ داره نباید زن بگیره. امشب خودم با صحبت کنم رأیش میزنم. اتفاقا خودش میخواست با شما صحبت کنه، گفت باقا مرتضی بگو اصل بیاد قبل خونه. قصه نخور، من نمیذارم این کارو بکنی. قصه؟ من خیلی هم خوشحالم. خوشحالی که میخواد برای زن بابا بیاره تو خونه؟ اون که میخواد بیاره زن بابا نیم، خیلی هم دوستش داره. ببینم کیو میخواد بگیره؟ اگه گفتی کیه؟ من چیه میدونم؟ مگه من میشناسمش؟ آره خیلی خوب میشناسی. با کیه؟ میدونی خنده یه میفهمم مهربونی این نامدرسه چی بود؟ هی میگه من جای پدرتم رانی میرا به حسنی آب نبات میده. یه روز ما از دهنمون پرید، گفتی مرحوم پدرم واسه ننم تخمه جاپونی میخرید. حالا هر شب خدا یه پاکت تخمه میخرید میارید خونه. این از صدا بفرمایید جلیل جلیل شیلو که هیچی برای من باقی نزد. آقا به چی میگه؟ همین سرخواب شهاب مرده. سرخواب ببادم خواست بشم. بابام چی میگه؟ با این ریخت زردم بو اگه آقا مرتضا تو رو ببینه رم میکنه. میخوام نوپات گول بیفته. بیا یکی دیگم با خون. نه نه خونده یه حالم خوش نمید. بخور بذار بتونی حرف بزنی زونه دلم. فکر پوریم نکن. مگه دختر قطعه زری رفت این چایی چی شد؟ الان میاره. بگی برو برو زود باش. اما موازه باش که چایی رو نره بیا. برو ببینم مردیشون کرده ببرن. این دستش به اون دستش ذکر میگه. شب عروزیدم باید ساکسی دو سبه کرایه کنم که هنوز نرفته برد میگردونم. من شانس ندارم مرشون کرده به تو ببرن. زری بس چرا نمیاد؟ داره میاد داره میاد. اینقدر اخم نکن. نگاه کن با یه من اصلم نمیشه خوردش. لبخند بزن بازم بیشتر. میخوام دندونات بگم. برو برو ببینم برو گم شو. تا رسیدی کشیده اولو محکم بزن تو بوشش دیگه کار نباشه. فهمیدم. سلام. چند وقت روز زدی رو ندیده بودی آقا مرتضا؟ بزرگ شده نه؟ خوبه. خجالتیه دخترم. آقا مرتضا سوختی مرایه چایی دیگه برداری برا. بفرمی اینم سه تا چایی دیگه. حاجی بله اون صفحه دوست دارم اون بذارم. چشم آقا نیم از این بغل بده یه خوده نوشینی خوش کنم برای اگه من میخوام دست دل باز چیزی بس بسن چیزی حالا مرد نوشیزی خیلی خیلی خیرات میکنم. تو چقدر کار کردی؟ رد کن بیا. تو چقدر کار کردی؟ ما 25 تومن بیشتر گیرمون نهیمد وسط هفته مسافر شب دلازی نصف میشه. اون نصفش هم که ماشین هم من کار دارم. بریم کنم. سلام علیکم. سلام علیکم. چرا انقدر دیر اومدی بابا؟ چایی بیار بابا. پوری رو دیدی؟ آره دیدم. خب. چطه؟ میخواستی چند باشم؟ نفتی؟ نه حواسم خیلی چنده. چرا اینجوری به من نگاه میکنی؟ پس میخواستی چجوری نگاه کنم؟ آقا مرتضی این کارا خوب نیست. من جای پدر تو هستم آخه. این شخص پدر من نیست. پدر من یه مرد بود. رفت و تموم شد. ایشکم نمیتونه جایش بگیره. چه خیلی دعوان شده؟ شما خیلی نداشته باشید. بریم کنم. آقا مرتضی باش بریم خونه. حالا شما عادی که بریم گم شید. بریم من شوهر ننه نمیخوام. خب نخواد. ننم هم شوهر نمیخواد. خب نخواد. آخه شما خیال داری ننم ازم بگیری؟ من؟ آره پوری بهم گفت. پوری غلط کرد. یعنی که پس شما به پوری نگفتی که با من صحبت کنه؟ نه خودش به من گفت بابا شما اگه خاله جونو بگیری خیلی خوب میشه. منم گفتم اگه خیلی دلت بخواد مرد خاطر تو حاضرم. اونجور که من آقا مرتضی رو دیدم میترسم همدیگر خونین و مالین کرده. خونین؟ برو
سر خیابون ببین داداش حسینا دارن میان یا نه. اگه دارن میان که خودشون میان، اگه ندارن میان که من برم سر خیابون چطور بشه؟ ذلیل شی الهی که هر چی بهت بگن یه جواب حاضر داری. باشه بابا، باشه صورت پدرتو ماچ کن دیگه، هم از این حرفا نزن. باشه صورتش رو از خالم رو ماچ میکنم که مثل پدر بزرگت کرده، مثل پدرم دوست داره. ببین چجوری قلبم میزنه. ببینم از چه هی؟ چه میزنه؟ برای تو پروی چه معنی داره؟ کسی خواهد دست میزنی؟ زیرا بیدی جواب بدیم، زبونت از حلقت میکشم بیر. ننه سلام بابا، کسی من چه بابا؟ باری کلا دارم که با کن ملا نسلین کار ندار که جوال دو زدی. به نظرم آقا ما چطور رضایت دادی؟ هرچی خدا بخواد همون. یا الله یا الله. سلام سلام ننه، سلام ننه، بگیرم. سلام ننه، بگیرم. نه خوردونه، برم. پوری جون، بده خونه. رخت خوابانه که رسالا فنگ کردیم. حسین که نسیم بخوره خونه از بشه. جای شماره منداخین که پشت بوم آقا مشترگه. ننه من به پشت بوم میخوابه. ننه هم تو اون اتاق میخوابه. پوری هم تو این اتاق. پوکین هم تو ایمون. باید میتونه از تو نپرسیدم. چطور شده جای من اینداخین به پشت بوم؟ مرتضی تو چرا اینجوری حرف میزنی؟ تو همیشه تا بتونه رو پشت بون میخوابیدی. از شما هم چطور بیاری رو پشت بون؟ پشت بون جای مردا. تو بادم میخواد توش نماز بخونه، همه مردای در همسایه نگاه میکنن. از پشت بون جای مردا پس چرا جای قلمل خانون انداختین ها؟ لا اله الا الله. بابام کمر درد داره، نمیتونه از سلا بالا بره. تو کجا میری؟ مگه شام نمیخوری؟ غلام علی خان باز از این زهر ماریا به این بچه دادیم؟ فقط هم میشه دهنت رو آب بکشه. نه 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 خدا نزم آقا مرتضی. بله هر تو با هم زدیم؟ این حرفا چی نخوره که هم میریم نزدیک بود منو با این پیر من دعوا نمیدیم. چی اونجا نشستیم بزبز میکنیم؟ بلندتر بگیم ما بشکنیم دیگه. چی میگفتیم؟ همون احکنون یبوشکی. احکنون بی احکنون ما حالا عدا داریم. آقا مرتضی میرون نظام وزیفه خدمتشو که کرد دو سال دیگه عقل میکنیم دیگه هم عقل نداریم. همون شد خودتون گریه نکنیم یک نکنیم میکنیم. آقا مرتضی بیا کنار، شما هنوز نامحرمی. باش پای دلداری شده میشه. شما شرکو سفتون در بردیم بابا جان، چه بوی عذیب میکنیم؟ اگه یه دفعه که به قول من خونده خود بابا این روزی تا بیخ میبردم میتونم نه 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 چرا این بچه رو اینطور میزنی؟ چرا اینقدر بی انصافی؟ بی انصافونه که منو پوری رو منتر خودش کرده. بی انصافونه که همه اهل این خونه رو منتر خودش کرده. حسن بیا پیش من، بیا پیش بابا. اگه از چهار تکون بخوری میدونی چی کارت میکنم. همونجو سرکت فایستا بچه جون، چرا همه چی میکنی؟ چرا فکر مادر رو بیچاره رو نمی کنی؟ خالی جون ما هر دومو بیچاره شدیم. هر دوش
ترسیدم. وقتی پدرم سرش خورد. دیشب بلند شدی منو بیدار کردی اینو بپرسی. آره ننه بگو. من باید بدونم چه ساعتی بود. وقت نماز صبح. شوهر خالم بیدار بود. تو چته؟ هزیون میگی حواست کجاست؟ تو اون روز با غلام علی خان مسافرت بودی. دو ساعت بعدش رسیدی. کجا میری؟ وقت نمازی. میام وضو بگیرم. تو رو خدا بریم تو ما رو میخوام وضو بگیرم. اونجا چه خبره؟ آقا مرتضی و پوری باش خاک به سرم. اونجا چه کار میکنه؟ شما چیزی میشناسی؟ نه به نظرم یه به نظرم رفتم رو پشت بود بیا من دیگه کجا بیام؟ یه بالا بیرشون گنگال منی خان بعدی باست ما بعدی باست اونا آخه اونا جوون هست یه گوشه خلبت کردن دارن درد دلک میکنن خب ما پدر مادرشون هستیم باید بگیم اونا چی میگن برو اقب خود تقصیب شما یه خود اقب تر باشیم بده آخه نمیخوام اونا ما رو ببینن خب اون طرف پله ها قایم شی من اونا رو نمیبینم آخه من برم اون طرف خفم کردی خلو ملی خواه ای بفهمم مثلا چی کار میکنه خب خون را میفته نه یه خورده داد و بیداد میکنه بعدا مجبوریم که زودتر رضایت بده بچه ها رو ببینی از اونا یاد بگیر با ما شنیده بودیم که بچه ها باید از بزرگتر ها چیز یاد بگیرن اینطور چیزا رو بزرگتر ها از بچه ها یاد بگیرن دوست دارم پوری ای بابا رضایت نده تو رو برمیدارم این شهر فرار میکنم اینا چه دارم دیگه با هم فرار کنیم دوست باش مثلا صبح سهر پشدم که گناه داره آخی ما هنوز نامحرم لعنت خدا و دل سیاه شیطون خب اگه آدم خیال برنامش دوشه پیش از عقل یه نظر حلاله یه نظر دو خب دیگه جوانا رو دیدیم یاد جوانیمون هم زدیم اوه این کمری هم باز نسیم خود درد یه خود اعتراض کنیم خود ولی خواب نه آقا مرتضی داد و بیداد فایده نداره باید بیا کاری کنیم بابام خودش رضایت بده آخه چیکار؟ من میدونم چیکار اما اگه بگم میترسم و خودم خیلی خواب نسیم خودم صبح میرم باید صحبت میکنم شاید دلشو نرم کرده شما باید یه خورده احتیاط کنید قول ملی خان آخه کمرتون مفنگیه کمر من مفنگیه این هم صدار اگه آقا مرتضی رضایت بده چی کار کنید نمیدونم یه کاری کنید رضایت بده هرچی را تابوس خواهد جور هندوستان کشند هر کی را تابوت خواهد جور هندوستان کشد شما هر چی بفرمایید من آدم حرفی ندارم پس دعوا سر چیه دعوایی نداری یه نفر یه قالیچه نو داره میده یه قالی مستعمل میگیره دو طرف معامله راضی معامله انجام کار خوب یعنی چی
یعنی بابام میگه تو که دختر منو میخوای بگیری؟ خب دیگه یه چیزی به چش بیدی. باریکلا از تو کوچیکتره اما عاقل‌تر از توه. من حاضرم شیر با همه هر چی معین کنین، حرفی ندارم. آقا مرتضی خنگی یا خودت به خنگی میزنی؟ من جای پدر تو هستم. اینی که دارم بهت میگم قلمل خان، شما شوهر مرحوم خاله من بودین، چند وقتی هم ایشالا پدر زنم میشین. در حق منم خیلی پدری کردین، اما جای پدر من نیستین. دیگه هم نمیخوام این حرفو بشنفم. پادر رو پای من بردار، دو سرد پاچ گوشته رو پای من دور میده. من خیال کردم پای پوریه. دیگه بطه چه حق داری پای دختر من لغت کنی؟ شما اگر رو عقد نکردی. خیلی خب عقد میکنم اگه شما اجازه بدین. یعنی اگه شما اجازه بدین اجازه بندم دست شما. چه داری شما بزرگتری؟ اجازه ما دست شما. همین دیگه درد اینه که شما بزرگتری کوچکتری نمیفهمی. تو که بخوای که نخوای من سرپرست همتون هستم، جای پدر تو هستم. نه خیر پسر جون، من جای پدر تو هستم. نه پدر این که هستم. لا لا الا الله، الان برادر کوچیک تو حسن 10 سالش هنوز خندش نگرفت، همش حواسم به این بچه است. ننه من نمیخوام، ننه جون نمیخوام. تو زینی چشم هم بذاری تموم میشه. اما خانم تو خود دست به جنبونین. اما مردم ننه جون من میترسم. ترس نداره ننه، آخه میبرم. الهی قربونه ترس ها نبرن که مرد من نمیخوام مرد بشم. زنده ای مگه میگه حسن جون باید مرد بشی، زن بگیری، بچه دار بشی، اون وقت سر تو خرج میکنی؟ من بشه اما خرجه نمیکنم. سمر خانم از داده هم هیچ توقع نداشتم یه همچی روزی نیاد. با قلملی خانم قهره با من که قهر نیست. ننه زنجی میگه میبرن. نانه جون خط میدازن. ببین خر نه یعنی خط بنه، دوری خط میدازن. این خط داری لا شما بزنی اومدم رخت خوابشو بندازم. لا لا سفیدم بکش روش. این بخواب گیره سرم نلیم. لا لا سب کنی سب کنی سب کنی. خب حالا بفرمایی گه فرمایی. بیان جون بیان جون اصلا یک کلو اصلا آب نواز آورده. بزنیم بزنیم باید خدا مرکم بده همه کارم مونده. گریه نکن مادر، قربونت برم. لازم ما بسی چی گفتی به نزه ننه؟ خوشی تو از این بزنم. ننه من به جلب میکیشم. خط میخونم خط میخونم خط میخونم خط میخونم خط میخونم خط میخونم خط یا بیا با خودم بریم بابا. میدونم نترس. نه آقا رو میبینی چقدر مهربونه. یواش مثلا یک خرد کنیم. میخوام مداد ما به تکشم. تکشم نمیگیشم بابا. همش تفصیل اون مرحومه. سه ساله بود گفتم کلک کار بکنی این گوش نکن. بابا تا خودت خرد. من برد نیستم اینجا برم. خب من که مدرسه نرفتم که نه. من که رفتم خودم میگیم. نه این یه خط مخصوصه فقط این آقا بلده. شما دستا که نگر داری شما هم پاهاش رو. اگه دست پا به زمین زیادی بارگه میشه. شما میخوانم مثل دیگه میره همونه میخوانده من. بلو بگیم. میخوانده منی. بیا حسن، حسن تو برگرد. بیا بری کنم، بری کنم. دیمان خدا رو بیا بیا خدا رو برگرد. حسن من کیتم بابا. این حسن نیستی اگه به ایچون خدا رو میدوزم پایی. حسن تو مایی داشتی تو دوست نداری. اگه بخواه من رو بگیری خدا رو میدوزم پایی. تو برو پایی اگه خدایی نکرده افتاد بگیری خدو. حسن جو میافتی وایستا یه وقت میافتی. آمد دوار تو خرابه خدو. خدا برگم به خدا. نه نه حسن پس نرو یه وقت میافتی تو خرابه. نه نه خیلی خب نمیره. نه 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 قربونت برم. بایستی همی که بایستی نمیشه. حسن بسا حسن اگه خود تو بندسی من میگیرم. نه نه بگی به پوشتاب میگیزه. نه کس کسر دنیا وایسته که قد میندم. آقا مرتضا مغازه باش. جلو نیا نه یه چی خیلی ترسیده. جلو نیا حسن جلو نیا. آقا درخی که آقا زیلا نه 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 نه
مبارکه مبارکه. نه اینشالله که مبارکه. چی پسر میخوام؟ بسه که قول بلکانه اینقدر نتکون بسه بخوری مال بابا هم گریست. حالا ملی خان همه جونم رو نوش کردی بسه دیگه، یه وقت از درخت میافتی خدای نکرده کمرتون عیب میکنی. کنگ کنگی خورما همه شو کنمی نکنیم دیگه، بقیه کنم بکنم بسریم. بار من کنم من داشت این توفیه بخور دیگه. آره خواه آره جونم، اگه بخوای باز تو هم میچینم. بیا بابا وردو جونم وردو جونم بازم وردو بله اینو دستین کرده. دست شما درد نکنه خودتون میرسیم. بابا بالای درخت خودشو سیر کرده مگه نه؟ یک دونن درنم نداشت. پس بفرمین خودتون میرسیم. نه 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 این مخ دست شماست. دست شما درد نکنه. نه نه رو تو بگیر. بلم کن اینجا که مرد غریبه نیست. نامحرم نامحرمه، حالا هر کی میخواد باشه. خیلی نه پس سیر به پوری نمیگی روشه بگیره. واسه این چیز به تو نومده آمرزا با سر به سر این بچه گذاشتی. بیا پیش خودم میشیم بابا جون. حسن جون بیا از این سوتای دستین که بابا چی که غلام علی خان چیدم بهت بدم. نمیخوام. پاشو برو بیارش. بیا دیگه خاطر لوت نکن. بیا پیش خودم میشین. حسن جون بیا پیش خودم بابا. نمیخوام. من کیم ها من کیم نمیگی؟ داشتم دعوام میکنم. خیلی خوب بیا برو پیش مادرت بشین بابا. بودو برو بشین برو کنی تا اشتامون کن نشده بسات نهارو بند کن. چشم بابا بخورم. چه؟ این مال خودمون دوتا هست. ایشکی نگی ها یه عوشکی میریم بالا. بفرمایی دست بخت زینت سالات خوردن داره. نوش جونتون بابا قاشق براتون گذاشتم. نه دست بخت زینت سالات رو باید با دست خور. خانم دست شما درد نکنه. واقعا خوشمزه شده. نوش جونتون اینجا بوزو بکنه. بیمیم من جلو نرم نمیکنم. رفیق تم میخوره؟ نه اون ازش میشه. شما دوتا چوچی با هم پچ پچ صحبت مردونه از کار نداشته باشیم. بابا من میتونم گوش کنم؟ نه بابا تو هنوز بچه ای؟ امه جونم گفت هر بچه ایده که خفنه کنم مرد میشه. چه میخندی؟ حرف خنده دار زدم. غلام علی خان باز از این زهر ماریا به این بچه دادی؟ مرتضی دیگه بچه نیست مرده. اگه مردی به این چیزاست میخوام 70 سال سیاه مرد نشه. مردی به این چیزا نیست که نه نه دلش هم خطنه کردم. آخو مرتضی پاشو صداشون کن. بعد بابا ما عزاداریم. من اینه قول ملک خان تو خونمون عزاداری نیستی که عزادار نیستی که باش برو صداشون کن بزر مگه سو گرم کنن. من رو صداشون میکنم. آره جینم برو. از این شب خیلی خوشم میاد زینت سالات. پاشو بریم. چرا؟ چی؟ آخه من هر جا میرم این شعر رو میخونم. زینت جان بیا. اومدن. این شعرش باب دل منه. وقتی دیگه این شعر رو نخونه. چی شد؟ ماما چی؟ این شعر قلدره رو که یادت چه شوهر ننه. آره. دم به ساعت این شعر رو واسه ننه میخونه. بیا بریم فکر میشونم. نه تو برو مبادی خودت تنها باشم تو حالا سر جاش بیاد برو. یه چیزی دیگه بزنیم بابا بلند شو برو بیاری سود باش. یه رنگ دیگه بزنیم. یه چیزی دیگه بزنیم سود باش. یه رنگ گری آه باش. دروی خودت نیاری هم لادست بزن. بله ملی خان باید اجازه بدن. اجازه ما هم دست شما سلتون خواهد درخته. اجازه بدین دیگه خودتون چرا پانه میشین؟ ها مرتضی جان تو حرفی نداری که ها؟ والله
نامرم میدون که رفیق جونجوری که ترتیب کار اینا رو خودم میدم زب کالا تموشه پاشی میدم پاشی پاشی خوش بروشی خوش برو خوش برو حالا بشینی بشینی حالا بزنی بزنی میدم بزنی بونی باش برا باش بابا باش برا باش بابا آوری کلا آقا ما شده 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 آقا
مرتضی ولشون کن آقا مرتضی آقا مرتضی ولشون کن بابا یه مش لاست خواهدن آقا مرتضی ولشون کن بابا ترسیدن رفتن که ایچ کنو به تو مرد نیستی ایچ کنو به تو خطر نکردم تو چی میگی دیگه؟ بیا بریم اون برای یه خورده بگرد بعد جلو این آخه آخه مگه اینو نمیتونن ما نام زدیم چرا؟ یه مش لاست پاس بودن خوب بایدم دوتا ایتوری درخت قدم بزنیم اصلا اینجا مگه حرف بعدی زدم تو دوست نداری زیر درخت رو راه تو درختش نمی دوست باشی من خیلی دوست فرق نمی کنه حسن جون من این درخت دارم دوست دارم تو زنی مرد نیستی که بدشتم که مرد نیستی برو پیش ننه مگه نه اون هنوز مرد نشده ننم گفت بهت گفتم برو پیش ننه ده برو آخه چرا این نقی کتاک میخوری ها خیلی دوستش دارم پس چرا اینقدر نوکیشو میچینی های نوکیش نشدم به همه چی میخواد دخالت حسن جون برو پیش داشت داشتم گفتیم پیش شما پس برو پیش محمد آقا اینا کدوم طرف هم همون طرفی که نیزه از سیب گلابی گوشه بده داشت ما پشت روی در اومده آره بابا نه چه چی رو پشت رو از جنو مریجا من خیلی دوست دارم چرا نمیگی؟ گفتم که نه دلم میخواد همیشه بگی خیلی بگی خیلی بگی بچه های امروز خیلی ضروری میشه خب از تلویزیون یاد میگیرم دیگه تلویزیون ندارم بابا کارش میکردی به تا سم پیشک داداش داداش گولی کجا رفتی دیگه بابا دی بالا درخت رفتی چی کار حضور نخواستی مای بهت نگفتم برو پیش ننه چرا نرفتی رفتم بابا گفت قول من خان گفت برو پیش محمد آقا ما اگه محمد آقا نه اینجا نیستم نه اونجا هست پس چرا نرفتی پیش اونا رفتم گفت برو پیش داشته میبریم پایین داشتی رفتی رو خیلی بد اخلاق تو را ندیبی را گفت میری خواهی من بهت خفه میکرد ننه چی کار میکرد؟ نشسته بود قول ملک خان چی؟ آواز میخون تو سر ویدیو مرکی گیری نه داداش خیلی هم قشنگ میخون تو خفه شدی چرا؟ چی میزنی؟ این هست داد برای اینکه این عروسی سر بگیره ما باید اول از اعضا در بیاریم شما دیگه لج نکنیم آقا مرتضی داریم دست بده ما ننه ای پاش بریم این چادر یه خود رو بکش جلو تر میترسی گناه داشته باشه آقا مرتضی آدم اینجور با مادر سرف نمیزنی که آخه نه سلامتی ما اعضا داریم تو صحبت عروسی ما که میشه میگین عزاداری اما واسه رقص و آواز و ساز کمونچه عزادار نیستیم آقا مرتضی هم هر داره بین عزادار جوونه میخواد بی سر سر سامون بگیم بایی باید تحصیل این کارو بده بفرمایید ایشالله هر کی پاک اون عمر شما باشه بفرمایید بی نفت داده این کنه اما آخرتون باشه خدا پیاموز رو ببرد بی نفت داده شما حالا خیلی زوده این حرفا رو بزنید نه بزرگترم هنو آرزوها دارم بفهمید تو خوش آفونی هم بیشه اصلا از موقعی که من سر صورت رو صفا دادم و لباس رو عوض کردم اینگاه 20 سال جوون شده این آهند رو گوش کنیم این چی میگه اونا من خان قباحت داره این حرفا مال جوون هاست زری این شیر میره تاره تا آقا هسته بکن پاشو پاشو برو پاشو برو بفرم نه عمل ندارم شما ببرم نه نمیخوام خودشو بری کجا حالا من با اشتر خان یه کار خصوصی دارم اشتر خان یه دقیقه دشو بیر اینجا یه دقیقه دشو بیر اینجا تو اتاق من ببرم
این که کاریه که ما نباید بدونی. لابد ما نامحرم. بفرم. شما که محرمی، ما نامحرمی. زنده ای به دلتون بد نیارین، شاید یه کار خیر باشه. بچتون اینقدر شیرنی نخور خوندق میگیری. نمیخوام. خبر بسن بلاش میدن. خجالت داره من و تو پا مابایتون. خجالت تو باید به جزی که سیبیلات رو ترشیدی جوجک مستی بازی در میری. خجالت خودت بکش. دخترت هم میخواد به آقا مرتضا قالب کنه. اعمال هنشون داریم. حالا منی چی از این خجالت بکش؟ آقا مرتضا جای پسر من. مرتضا کجای کاری؟ میخواد شوهر ننت بکش. آقا شهادت هی نشد از خاکی بودم تو دهنه. من که هنوز نشستم قلمنه خواهی یه همچی حرفی بزنم. اما اگه بشنفم خور را میندازم. من نمیفهمم شما چرا اینقدر گندش میکنیم. ما از عزا در اومدیم که زودتر آقا مرتضا و پوری با هم عروسی کنن. خداییش هم بخواین من و زینت سادات هم باید با هم حلال باشیم. ما میخواییم توی خونه زندگی کنیم. اینا زن و شوهر میشن میرن توی خودشون. من هم یه مردم هر جوری هست زندگی میکنم. تکلیف این زن چی میشه که با یه بچه صغیر باید بی سرپرست زندگی کنه؟ شما نمیخواین خواهرتون سر تامون بگیره؟ خواهر من بی کس و کار نیست. نمیخواد دل سوزی بکنی. من مادرم رو تو خود چشم میگرم دارم. این خونه هم هرچی بیتر باید بفروشیم تا تکلیف ما معلوم شه. خونه مال تو نیست که تکلیف معلوم میکنی. خونه مال پوری و زینت داداست. من اگه سرم بره این خونه رو نمیفروشم. یادگاری پدرمی. تو همین ایوون چک و چونش رو بستن. مادرم تو اتاق پنج دری به رحمت خدا رفت. همین شماها رو تو این خونه زاییدم. زینت داداست تو همین خونه پسرتو داماد میکنی. تو همین خونه هم خودت سرسامون میگیری. تا چشم حسودم گرشه. گوش به حرف اینام نده. این میخواد دخترشو به جای پوری به آقا مرتضی غالب کنه. اونم بچه است عقلش نمیرسه. مرتضی همینجور واسه دی هرچی دلش میخواد بگه. قربان خواهم من شوهر ننه نمیخواهم. من شوهر ننه نمیخواهم. منم نشه خواهرم رو جوشه درستکی نمیذارم. همین درستکی 25 سال خواهرتو نون داده. مرد شوره اون نونتو ببرن که من 25 سال عرق ریختم و خجالت کشیدم که شوهر خواهرم درشکچی بوده. مگه عیب و آره بابام 5 تا درشکه داره. پوری تو دخالت نکن. من اگه شوهرگمو بذارم نمیتونم منم شوهر کنه. تو هم اگه پشت گوشتو دیدی پوری ندیدی. پوری پاش با تو تا پاش با تو پوری نام صدمه. هیچ کی نمیتونه چلو عروسی ما رو بگیره. در عقل من باید رضایت بدم. این انگشتو میبینی باید بزنم پای سند عقل. نمیتونم به درخت مثل این که دختر قطعه. آقا مرتضا همین امروز اساسیتون رو جمع کنین، دست مادر و برادرتو بگیر بیا خونه ما. بیاد خونه شما که دختر رو بهش قالب کنین. دختر من نجیبه، هنوز شیروشو ندیده. اگه دختر من نانجیبه بیا ببین پشتر دختر چیچیا میگن. هنوز چیچی نشده با آقا مرتضا میره سینما. خوب کردم رفتم سینما. به شما چی؟ واه با چه پر رو تا چشم گوش دخترمو باز نشدی ببین. به نظرم همین احمد کنده خوکی با آقا مرتضا لو داده. بریم حسن جون، بریم حسن جایی نکن جون. پیت روح مرحوم پدرت باش که از این کسافت کاریای شما معذبه. آی زینت سادات، زینت سادات، به صدای من گوش کن. این صدای روح شوهرت باید. روح شوهرت رو معذبه. آی زینت سادات، به صدای من گوش کن. وای به حالت اگر به روح شوهرت زیارت کنی. آی زینت سادات، به صدای من گوش کن. این صدای روح شوهرت. آخه مرتضی حالا چی میشه اگه بابام با خالم عروسی کنه؟ تو همین نفع میزنی؟ آخه بابام رو دنده لج افتاده. میگه تا آقا مرتضی رضایت نده من به عروسی شما رضایت نمیدم. اگه اونو زن شوهر بشن ما نمیتونیم عروسی کنیم. برای اینکه خواهر برادر ناتنی میشه. واو بله فکرشو بکن. اگه بچه دار بشن بچه اونا هم برادر منه هم برادر تو. ای خاک به سرم، راست میگی. یعنی هم برادرم میشه هم برادر شوهرم. من هم برادرش هم شوهر خواهرش. معلوم نیست باید داداش داداش کنم یا آیزنه. بچه ما واسه پسر اونا هم خواهرزاده هم برادرزاده.
پسر اونا واسه بچه ما هم عموه هم دایی. این اصلا نمیشه، خلاف شرعه. راست میگی بابا، مگه بدونه هیچ وقت همچی کاری نمی کنه. من بهش میگم. یه سند بنویسم آقا؟ نه آقا جان، آقا 4 دستگاه درشکه دارن میفروشن به اون آقا به مبلغ 12,000 تومان. این یه سند. بله. یه سند دیگم تنظیم میکنیم که آقا تاکسیشونو میفروشن به این آقا به مبلغ 12,000 تومان. بله بله. پس شما بفرمید مشخصاتتون رو بدید. تا این سند تنظیم بشه من یه مسئله ای هم میخواستم از شما بپرسم. نه بفرمید بفرمید بفرمید. یکی دخترش میخواد بده به یه پسری، بعد مادر اون پسر خودش بگیره. این شرعیش اشکالی داره؟ ببینم بیمار که نمیخورید ها؟ یعنی چی؟ هیچی، یعنی منظورم اینه که برای جاری کردن عقد قطعا ما رو دعوت میکنیم. آه انشالله که مبارک است، از نظر شرعی هیچ اشکالی ندارد. بفرمید سیجاد. ناس شما دعوت نکنم. ننه میخوای این اتاقه رو ببینم؟ خیلی خوب، بیان ببینم. یا الله آقا سلام علیکم. سلام از ما. آقا اومدن خونه رو ببینن. سلام علیکم. علیکم. میخوام واسه پسرت اینجا عروسی بگیرم. این خونه واسه همه شگون داره. واسه ما که شگون نداشی. زن خدا بیامرز هم همینجا نفس آخرش کشید. بفهمم. بفهمم. یا الله. بینا صدا. جلو این یارو همش از مردمی باید صحبت کنیم. همین چی میگن؟ اتاقاش که خیلی کوچیکه. حوادش بیره دارد. جد آباد زن من همه شون اینجا زرشون زمین گوشیدن. خدا رحمت کنی پدرم، تو همین ایوون تک و چونشو بست. مادر خدا بیامرزم تو همین اتاق 5 دری چونه انداخت. با جناق خدا بیامرزم شوهر همین کنم. همین که شما بایدی ناکاشو گذاشو بوست مود سرش خود به سنگ هود جا به دو نفس آقاری گیش. خب قسمت خوده خواه تو هر خونه مرگومی هست. اما اینجی بیشتر عروسی بوده. اون خواهر خدا بیامرز دونی بگیری که همین که کک چونشو بستی. همین حوض رو میدینی؟ ده تا بچه بیشتر توش قبل شده. اون طرف بفترم اون برادر ناکامتون رو بگیم که از رو پشت بون خودشو با مغز با کله انداخت بایی. این حرف رو واسه چی میزنی؟ شما چه بخواین چه نخواین من این خونه رو میفروشم. تو چه کاره ای که این خونه رو بفروشی؟ حالا میبینی این خونه نصفش مال دختر من، نصفش مال زینت شده هست. دختر من که فروشنده نیست. زینت شده شما فروشنده هست؟ بله که فروشنده هست. من تو این خونه به دنیا اومدم، تو این خونه عروسی کردم، تو همین خونه هم میخوام بمیرم. یادگار پدرم رو نمیفروشم. کجا داری تشریف میبری؟ این خونه به درد من نمیخوره. سرش به آباد. جدا میکنی؟ چطوری جدا کنی؟ از وسطش دیوار میکشی. اگه صد دفعه بسازی باید خراب میکنم. من شرایطه همجور بیا وسط حیات دیوار بشی. سهم خودمونه. من میخوام دیوار بشیشم. صد دفعه که خراب کنی بازم میکشم. آخه تو فکر نکردی که مسترم مونده اون بره دیوار، در حیات مونده این بره دیوار؟ مگه اول ما آخر قلب خرابه؟ آخه مرتضا بابا جونم راست میگن. چه نمیشه وسط خونه رو دیوار کنی؟ این خونه رو باید بفروشی یا وسط شو دیوار میکشی؟ من یا این دیوار رو با دست خودت خراب میکنی یا فردا سرتو میتارشن میبرن نظام عزیزه. متولد چه سالیه؟ متولد 1329. مرتضای سمندری فرزند مصطفی. مرتضی فرزند مصطفی شفت سمندری متولد 1329. معاف تو قره کشی معاف شد. نمیشه دو دفعه قره کشی کنی؟ نه خیر آقا بفرمایید. نفر بعدی. سرکار من مادرم مریضه، میتونم سال دیگه بیام خدمت؟ دست ما نیست آقا، تو قره کشی انتخاب شدی. بفرمایید نفر بعدی. بیا چون اکبر خان سلام علیکم. حال شما چطوره؟ سیبیلا رو در مرتبه گذاشتین. بفرمایید برسونم تو. بفرمایید. من سوار درشکه نمیشم که نمیشم. درشکه تموم شد، تاکسی خریدم. هر کم بهم بگه درشکه چی دهن چه خورد میکنه. درشکه چی تو هر لباسی باشه درشکه چیه؟ تا یه خداحافظی هم نکرد. زهری رو باید تارچی بندازی.
خب این چه بشه من بدم میاد بابا سرش بیاد بهتره یا من بدم بیاد واسه تو کدوم مهمتره برای من هر دوتا هیچم از این دعوا خوشم نمیاد این دعوا رو بابات رو انداخته بابا ما میخوام بریم سر کارمون زود باش ببین کلو جون تای منو دوست داری باید دور بابات قلم میگیری آخه این چه حرفی تو میزنی اگه مرحوم پدرش زنده بود من یه همچه حرفی میزنم تو چی میگی؟ حتما برو برو اینکه من از سرینام برو بگه برمی جوزه خب برو در بزن بابای من های مثل بابای تو بود اصلا باش حرف نمیزن حتی نیگاه شما بکنم آقا مرتضی هیچ خوشم نمیاد توی سری بابام اینجوری حرف بزن باید که اومدی اینجا دیگه نمیتونم وایستم همینطور میرن اون تو میشینم خیال میکنم اتاق مهمون خونه هست بوری اون زفر رو دفعه بذار یه ساعت میرن اون تو بس میشینم دلم میخواد میشینم برو لب باخت چوکا میرم زود باش بوری زفر رو بذار نه خواهش میکنم بوری جون جونو برم آزان جو اینجونم اسم من چی آقا ایب نداری، همون که تو در اسپیک میکنی واسه من رفت رو با یه دانتو بکنی، یه دانتو بکنی آه بری کرده بیا این که بینام، توپ کن، توپ کن میری که هم توپ کن نه، آب نبا تو توپ کن درسته گورتش کدی، درسته گورتش کدی چرا گورتش کدی، ها؟ چند گفل مرسومایی؟ آده، شما چه برادرمه، درم میخواد بسر میکیش کم نمیشه آه برادر بسر میخواد بزنیش مادر جان، باسته پاشده شروع کردی؟ شروع میکنه که صبح اول صبحی به این بچه آب نبات میده آب نبات داده، این که دعوا نداره نه نه، شما برو تو تا دخارت دکن هیچ کار نداره به داشت من آب نبات بده هیچ کار نداره باسه نداره تخمه بخره برو تو تا سمی برو بوری، اون باگر تخمه بده چه معنی داره؟ چه معنی داره؟ ای من چه میدونم؟ برو از خودش بپرس زورش به اون نمیرسه سر من داد میزنه حتما یه کاسه زیر نیم کاسه هست شایدم دو طرف هست نخور نکسه چرا؟ گوش کن تو الان خیلی زوده که بفهمی چرا داشت که بد تو رو نمیخواد تو هرچی بخوای من برات آب نبات میخرم واسه شما یه گونی تخمه میخرم به شرط که آب نبات تخمهاشو بزنی تو صورتش اصلا آقا مرتضی این حرفا چه معنی داره؟ گل من خان کم به تو مهربونی کرده که حالا اینطور پشت سرش حرف میزنی؟ اون مهربونیاش همه رو نقشه بوده وا 22 سال رو نقشه به تو مهربونی کرده واسه یه همینی؟ بله خانده این میگفت که از روز اول به تو نظر داشته اونتا پدر خدا بیامرزه مثل شیر بالا سر شده حالا که اون سرش گذاشته زنین این سر بلند کرده اصلا از کجا معلوم که قاتل پدر من نباشه ها؟ پاشو خدا عقلت بده اون روز که تو قلم علی خان کرج بودیم یه ساعت بعدش رسیدی شاید همین یکم رو نقشه بوده موضوع چی خریده بود ها؟ بگو قلم علی خان تموم شده ره پوست موضوع انداختی جلوی پله ها بعد شبونه من ورشو برده کرج که ایز گم کنه ببین چجوری واسه خودش میبافه پوست موضوع اون خدا بیامرز انداخت تو حیات صبح زودم پاشو گذاشت روش لیز خورد اون اتفاق افتاد نه واسه چی اینقدر داشت طرف دیر میکنه نکنه راستی نکنه نه نه بیا چایی تو بخور بی خود اوقات تو تلخ نکن بعد از پدرم بخوای بری زنیه درست که چی بشی درست کارشو فروخته تاکسی خریده اگه تیارم بخره باز درست که چیه هیچ کس نمیتونه جای پدر منو بگیره آره مادرتو بچه داره فرار میکنه پدرمون رفت بی پدر شدی حالا مادرمون میخواد بره کلفتیه درست که چی بشه یه جور چی یه درست که چی تاکسی چی؟ درست که چی؟ تاکسی چی؟ درست که چی؟ تاکسی چی؟ درست که چی؟ ای پشت تاکسی هم بیشنه باز درست که چیه؟ ننه، تو درست کسی میخوای بری کلفت بشی؟ مجونم، میخوام یک کاری کنم که تو بابا داشته باشی مگه بابا ندارم، مگه از کربلا نمیاد؟ نه، دیگه بر نمیگرد
حسن جون، تو گلوم علی خانو دوست داری؟ آره خیلی، از بابا من بیشتر. دو تا سیلی بذار تی گوشش که برق از چشمش بپره. برگ مش برید تو غذا. این کارا که یادش میدین دست مادرت رو بگی این خونه برش بیرون. آه نمیاد، نصف خونه مال خودشه. ببینم مادرت هم میخواد زن این بابا بشه. آره همون سه بردم که بعدش نمیاد. پس هیچ کاری نمیتونی بکنی عین من. چرا یه کار میتونه بکنه؟ ها چی کار؟ این بابا رو باید جلوی مادر سیاش بکنی. چطوری؟ من این مسکا با دو تا وردستش ساز و ضرب هفتش بطری عرق یارو رو حسابی پاتیلش میکنیم، اون وقت ننتا ورش دار بیارو نشونش بده. کاراتونو بکنی، خرید مریضتونو بکنی، پس فردا بسات عقد رو را میندازی.
آلمان خواه، ما هنوز بابت مهر و شیبا هستیم. اونم با هم کنار میاد، هرچی تو مهر پوری بکنی، منم مهر زینت صداد میکنه. باشه. این دیوارم برش داریم دیگه. آره، خرابش میکنم. فعلا خدافظ. 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 به همون خدا. زینت صداد. اوه، دارد بابا. زینت صداد. زینت صداد. حسن، اینجوری ننه چشه؟ نمیدونم. بچه جواب من نمیده. به نظرم از شما بعدش میاد. از کجا فهمیدی تو؟ هیچی. آقا گفت اگه یه رفتی دیگه به شما بگم بابا جون پوستم رو میکنه. آها. بیا جونم بیا. این هفتی دیگه بودم. برو تو کوچه قشنگ بازی کن. بودو بودو. زینت صدا. زینت صدا. یه خود از اون آب خوردن بدیم بخورن. این پارچ آب داره؟ نه خیلی زینت صدا شما چرا همچی میکنی؟ اوی 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 زینت صدا باز این کمر من ضربا خورده تا بچه ها نایمدن یه خود از اون مرهم یری خوش کنم دوست بسید تو اتاقتون بگر من چیخ میزنم و همه همسایه رو خبر میکنم دمی در اتاق من چی میخوای؟ شما چتونه؟ گفتم کمرم درد میکنه خود مرهم ببالید دیگه کمره تو ببر بده به همون زنه زلزبی که مثلای یقل باشون میرخصیده مرهم بمالن دادش هم حق داشت که میگفت این الباس اخوری لیاقت تو رو نداره زینت صداد به خدا گولم زدم همش تقصیر این آقا مرتضا آره تو خودت همه دنیا رو رنگ میکنی زینت صداد رفیقای آقا مرتضا منو گول زدن به زور به این دوا دادن منو پاتیلم کردن او خدا تو موهای سفیدت خجالت بکش زهر ماری رو به زور به هد زدن او عدو اصفارا هم زورکی بود بذار بگم چه تا شد بذار اصلا نمیخوام حرف بزنی یعنی چی میتونی بگی همه چی رو دیدم با دو تو چشمای خودم دیدم زینت صداد به جد اطهرت قسمی خیال نبید جدم کمرت بزنم اگه دور کنی حالا کجا داری میری؟ همه چی یادت رو آیا؟ با ما حرف نزن همین الان گم دادی خواهم میرم اینجا تصویب این خونه رو یک سنه کنه ما نمیتونیم با آدمی که معلوم نیست چند جور مرض داره تو یه خونه زندگی کنیم بابا آب نبات ندارم بهت بدم دیگه هم نمیتونم بابات باشم چرا؟ دیگه منو دوست ندیدی؟ چرا؟ اما اونای دیگه منو دوست ندیدی چرا؟ شیطون گولم زد یه کار بدی کردم چی کار؟ شیطونی کردی؟ این شیطون خیلی کلکه یه وقتی منو گول میزنه شیطونی میکنم ننم میگه دوستت ندارم اینقدر حرصم میگیره خوب وقتی میگه دیگه دوستت ندارم اوقاتش تلخ میشه اون وقت تو چی کار میکنی که دو دفعه دوستت داشته باشی؟ حرفش رو گوش میکنم کمکش میکنم هر که میره دنبالش میرم اون وقت منو مست میکنه میگه حالا چه دیره پاک آقا خب باش بریم باش بریم کجا؟ خونه خاندهی میریم بطوری زود باش قربونه تو برم منتظر دستم دیری دست دست تو بوی بالون به بیری با دفت تو یکی رو میکنی بودم برگیر بود گرفت کنی دستم رو گرفت زیرت با قلوم علی مثل کارد و پنیر شدن من وقتی بهت میگم تو این چله یه چیزی هست خب وقتی من تو که فایده داره سند خونه رو میفروشن زینا تا اصلا میان بابان گردن ما فهمیدی آره به کنه نقشه پی نبردی زینا چه دست رد به سینه قلوم علی بزنه قلوم علی پوری رو به مرتضی نمیده مرتضی هم حسش میگیره و به ما پناه میاره ما هم طرفه دست زلیل رو میذاریم تو دستش بودو بزنی بگو خودشو صورت آزاد کنه بودو بینم زود باش یا یا هی سب کن سب کن بذار زلیل رو در باز بکنه زری زری تر بازش خوب نیست تو نمیفهمی بل چرا میفهمی برو تو هم برو سرتو شونه کن پیرنتو عوض کن زود باش سلام علیکم زنده ای سلام گل گلاب چه عجب سلام زنده ای سلام
دو اومده همین رو من بگی؟ میدونی خانده من خودم اومد این شما میدونم اگه شما به نقشه های عریگر کامش نمی کردیم من به یه آسلی نمیتونستم با پوری عروسی کنم اومدم از اصلا تشکر کنم اکبر خان اکبر خان بلنشو بیکارت دارم بلنشو بیا خاک برون سرت با این نقشه ببین چی داری زین دختری بیچارت آوردی پسر امن پسر دایین پسر امون هر سه خواستگارش بودن به هوای این رد کردی وقتی میگم تو این کله یه چیزی هست تو این کله خاک عرق خاک برو سرت کنن که از اول عمرم هر چی کشیدم از دستت چون کشیدم برو زری در رو واکن من نمیرم کاش خدا منو مرگ میداد که از دل هر دوتون راحت میشدم خدایی خانده بشم کجا؟ نه سلامی، نه علاوی که خانده بشم کجا؟ امروز همه خاندهایی خانداداش میکنن این خونه باید امروز فروخته بشه تا اصیم از بابای منو برداریم بیاریم اینجا چی رو بردارم بیارن اینجا بردارم که کار بگذرا؟ من با شما حرف نزدم پیش برادرم نرم پیش چی برم؟ چیشه؟ چرا همچی میکنه؟ تو دخالت نکن ننه بیا بریم خونه من خودم ترتیب کارو میدم خانده ای؟ بعد مرحوم پدرم من امیدم به شما بود خیال میکردم شما خیر منو میخواین اما امروز فهمیدم که کور خوندم منم خیال میکردم خار زدم جوونه بی قل و قصیه آرزو داشتم دومادم بشی اما بعد از اون کلایی که درست کردی فهمیدم چی جای ما نیستی من شما خودتون به من یاد ندیدید من یادت دادم یه عریگره نفسش شما نفسش هم عریگره نرمو کی بعد شما زد را رفشو همه دوزه کرکا رو جور کردی آخر سرم به من گفتی زینت ورد بیار درد من که غلام علی خان بیچاره رو خرابش کنی مرتضا این کارا چی که تا میکنی؟ این کاری شما میکنی خوبه؟ ما چی کار کردیم؟ با یه پسر به این گنده که میخوایی بری شوهر کنی خجالت نمیکشی؟ خجالت تو بکش که واسه به نظر دوز و کلک جور کرده خجالت همه تون باید بکشین که سر تا پاتون کلکه تا پیروز با من همدست بودی حالا که فهمیدی با پوری عروسی میکنم این حرفا رو میزنی بذاری نابه پاکی رو دست همه تون بریزم ننم نباید سوار کنه پوری رو میگیرم دختر شما رو هم نمیگیرم گلی نداره مادر جون تو سر سرک بزنی سوار پیدا میشه من نمیذارم ننم سوار کنه اصلا بکنه من برادر بزرگتر دارم راست میگه تو چی کاره ای دخالت میکنی من باید بگم سوار بکنه یا نکنه تازه قلم علی خان به شرط من پوری رو به تو میده با چه بی حیا زن برو تو تا الان چشم و گوشت باز میشی مادر جین برو من خواهرم و شوهر میدم تو هم هر غلطی دارت بخواد بکن همین حرف آخرتون همین بود منم همه تون رو نابود میکنم دست پوری رو داشتم و میگیرم از این شهر فرار میکنم و میرم آقا مرتضا این حرفا چیه میزنی؟ اینا میخوان آبروی منو ببرن من شارک خودم رو میزنم همشون رو میکشم این خونه رو آتیش میزنم پس عروسی ما چی میشه؟ میدونی که شرط بابام چیه؟ شادی که خبر شما که خبرته؟ مگه سگ هارس گرفته؟ دلم خواب شوهر کنم اگه زن غلام علی خان نشم اونم پوری رو به تو نمیده راست میگه مرتضی جون چرا نمیخوای بفهمی؟ اصلا میدونی چیه؟ دخترم خودم نمیخوام بیا هیچ کدومتون رو نمیخوام هیچی برو بابا میخوام سر به تنه هیچ کدومتون نباشه همه تون دست به یکی کفی که آبروی منو ببری میخوام سر به تنه هیچ کدومتون نباشه میخوام دنیا نباشه آقا مرتضا آقا مرتضا تو رو به جد مادرت بایستا آقا مرتضا بوری چی؟ چرا گریه میکنی؟ حتی داداشم کوچکی زده نبود که اونوق بود بیاریم تو بیرم بیاریم تو آزه بودم پسرهای بیغیا همه تونو میکشم خیال میکنه ما شیپیشیم سلام علیکم اکبر خان سلام علیکم بفهمه چی شد اکبر خان؟ هیچ چی بابا شما بگین زینه صدا چی شده؟ نمیدونم کاش که اوجاقم کول بود این طول صد پس نمی افتاد باید آقا مرتضا چیزی گفته؟ لکن ساکتی؟ لکن هیچی نمیگی؟ پولیسا بگو بینم چی شده؟ هممونو به فوش کشید و زد بابا جون من بدنام میشم اسم آقا مرتضا رو منه میخواد هممونو بکشه خونمونو آتیش بزنی لا اله الا الله بابا شما هم وایستادی نه تماشا کردی همش تقصیر خودمونه
هی دندون رو جگر گذاشتیم هیچی نگفتیم. دعوا کرد بودیم جوون عقلش نمیرسه. بعد میراتیم جاهله نمیفهمه. وسط خونه رو دیوان کشید گفتیم انشالله گربت. حالا میخواد خونه رو آتیش بزنه. باید جلوش وایستاد. یه جوونی که هنوز دانش پوشی میده که عقی داره واسه ما تکلیف معلوم کنه. من همین الان میرم اون دیوارو خراب میکنم، اصلا میریم محضر عقد میکنیم، اینم چه غلطی میکنم. غلام علی خان بچه من دیوونه است، یه وقت یه بلایی سرمون میاد. هیچ غلطی هم نمیتونه بکنه. میترسم یه بلایی سر خودش بیاره. هرچی باشه بچه‌مه. بابا جون میترسم خودشو بکشه. یه روز دیگه صف کنی من باش حرف بزنم شهیدم راضی میشه. بفهم مرگ موش تم خطرناکیه. ما به آدمایی که نمیشناسیمشون نمیفهمیم. ما رو چه میشناسیم؟ اختیار دارین آقا مرتضی. یه قاشق چایخوری از این سمت 100 تومن شما. آقا چقدر بده کنیم؟ یه تومن. بفرمایید متشکرم. ای ما رو نگین حلالمون کنین. خدافظ. میخوای ما رو بترسونی آقا مرتضی؟ دم دست بچه نذارین ها. خیلی خطرناکه. چش. خدافظ. بریم. کجا؟ بریم خودمون رو صفا بدیم. امروز سفر کردم با تو میگم. دب کنی دب کنی بلنگ اولو میخوام با خودم بزنم. یک دو سه دیوان برو که دیگه سرد نشی. میدونی چی دلم میخواد؟ دلم میخواد یه ساعتت عشق هم جارو کنی، یه دونه آجرم باقی نمونه. دب کن. با مرجقه رفتم نهار بکنم. کجا نهار میخونه؟ تو قهر خونه. ممنونم خدا سر شهر اون عقضی فروشی هم یه نگاهی بکنی. این همه خانم سلامتی مرتضی جون بس دیگه، یه بطر به سلامتی من خوردی. باشه باز هم میخوام بخورم. آخه دارم میخواد تو این دنیا یه نفر سلامت بشه، اونم مجقله. از سلامتی هیچ کس دیگه نمیخوام بخورم. تو امروز چته؟ چرا اینجوری عرق میخوری؟ اینه این دلم میخواد پر بزنم برم اون بالا بالا ها. موسیقی ها یه پنج سیری نمیخواد. آخه موسیقی تو کجا میری؟ تو همچه میشه حالا میبین اینجا چی میخواد؟ ایفا خاک بسرم ببینیم خونه حالت بده. میگم اینجا چی میخواد؟ آقا مرتضی این کارو که میکنی هیچ فایده ای نداره. بابام با زینت‌زاده‌ات میخوان برن محضر. حواست با منه؟ آره بگوی. میخوان برن محضر عقد کنن. خب برم. تو هر کاری بکنی خودتو سبک کردی، آخرش هم مجبور میشی باشون آشتی کنی. پس بی خود خودتو کنف نکن، بیا خونه صورت همه رو ماچ کن، بذار با رضایت خودت باشه. تموم شد؟ آره میای. آره میام. شب میام ترتیب همه چی رو میدم. بعد گفتش که شب بیام ترتیب کار رو میدم. همش هم لبخند به لبش بود، انگار نه انگار که توری شده. میدونستم بچم یه خورده شاخ شورتی هست اما قلبش پاکه. ننه ننه مرده. باش دلم بر ریخ پایین. مرده چه برو گم شو. خب مرده من به تماشا کن دیگه. آخه مرده هم مگه تماشا داری؟ بیا اینجا. کجا میری؟ کور شده؟ یه فاتحه بخونی ثواب داره. بابا الله رب الله على ملته رسول الله صلى الله عليه وآله وفرجا أنبياء الله إن الله مسير بالعباد الله فلا الله واحد إنا لله وإنا إليه راجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمع افهم يا عبد الله ابن عبد الله. اسمع افهم يا عبد الله ابن عبد الله. اسمع افهم يا عبد الله ابن عبد الله. على انت على الاخد الذي فارغت له عليه شهادة لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وسيد النبيين وخاتم المرسلين أن عليا أمير المؤمنين وسيد الوسيين أن أؤمن سرد الله طاعته على العالمين وأن لا حسن بالحسين علي الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. چرا گریه میکنی کوچولو؟ ها؟ بچی گو کنم. بیا بهت پول بدم برو بستنی بخرم. باشه؟ بیا. خونمو نمیتونم بدم. چرا؟ اونو بده.
اون کیه؟ مامانم میگه باباته، اما خودش میگه من هیچ کسی تو نیستم. هر وقت میاد خونه من از خونه بیرون میکنه. خیلی هم قایب بدم و میزنه، من ازش میترسم. خونه تون کجاست؟ اونجاست. بیمان چادر نمیخواد بعد عقد میکنین دیگه.
نمیخوام بکشی. من گوشت نمه پس که شام میخوریم همین الان پولیتون بکش. حسن بیش گوشت نه حسن جون، برو بگی بخوابه شامتو میذارم باشی صبح. خب نه آقا مرتضی، بچه خوب این سر بیشام زمین بذاره یه بیش خودم بشیم. بگی بگی سر صبح اون گوشت شادی من بکنم. بگم دلیدی نکنی اون خود کن بچه گاش نشه بابا بی بخود. نه همه با هم میخواد. آقا مرتضی بفرمایی. بده من آقاتش رو اندازه کنم. تو همیشه بی نمک میگیری. یک گلو ملی خان خوشش نمیاد. نه 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 این کارا با دختر خونه است. بی نمک نمیاد. خدا عمر دوباره به مادرت داد آقا مرتضی. چرا منم میام؟